فرصت این نصیری نصیری اگر خواستند بروند بگویید نروند، اگر گفتند زخیشتن ندارد ارزشی، پس بگویید نیاید. چه شعری میگوید؟ سلام بر بسید یوتیوب، خوش اومده چنل خودتون. اونه که این ویدیو رو میبینن، بچه هایی که ما بچه هایی که ویدیو همونو پرسپولیس استقلالی نداره، ویدیو رو میبینن همه، اینقدر با مرامن دمتون گرم. بریم که با هم داشته باشیم ادامه پارت بعدی آینده استقلال رو، که بریم این پروژه سخت پروژه بذاریم اسمشو نذاریم، واقعا پارتاژ زیاده، دهن آدم سرویس میشه. اومدیم بریم به سراغ آینده استقلال. لایک و سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، بریم با هم دیگه. بهتون بگم چه جوری هست و چه بازی بسیار مهمی رو داریم. بریم بابا. من بچه کلیرز بخورم آخه، همش دارم ارز بخورم میگم لایک بکنید. بریم ببخشید. بریم با نام و یاد خداوند جان و خرد. بچه های عزیز، یه ذره من صدا میذاره بعضی موقع یه جوری میشه. الان ما تیم استقلال تهران رو داریم که استقلال تهران الان چند تا بازیکن داره، یعنی چند تا بازیکن خریدیم براش. یوسف نصیری نوک حمله، آقای ادناریجا، آقای کاکوتا، خیمنس که از تیم جوانانمون آوردیمش به همراه ایبورا که اساس زایدی رو داریم، و همینطور که میبینید از فصل پیش چند تا تسک داشتیم که دیگه مهم نیست اون تسکا. الان تسکا این فصل مهمه که تاثیر مستقیم روی 20 گل که این نصیری داره میخواد انجامش بده، تا الان هولش 14 تاش انجام داده. خریدن یک بازیکن مراکشی که خود همون نصیریه، گرفتن دو جام در این فصل کار خیلی سختیه، و گذاشتن یه بازیکن زیر اوورال 70 که زکی پوره گذاشتیم تو ترکیب. اینا تسکامون بود که داریم کاملش میکنیم و انجام میدیم. درود در توی ریسن. خب الان بازی داریم در مقابل گلگهری که بچا متاسفانه بازی رفتش همونطور که میبینید در آسیا یکیش باختیم. میخوایم بریم مسابقه رو انجام بدیم در مقابل تیم گلگهر سیرجان کرمان. خوش اومدید علاوه. ببینید بانک میلاد زکی پور الان قرمزه، ولی ما نباید همچین بازیکنی رو بیرون بذاریم. رامین برو بیرون امروز، و سکای جوانتر سکایا، نه ساکا پیرتر از رامینه. رامین 35 سالشه. بچه ما داگلاس کاسترا هم داشتیم که اومدن اون بند فسخشه چیشه، اونو پرداخت کردن بردنش. بریم سراغ مسابقه. بسم الله الرحمن الرحیم. اومدیم که یک بازی خیلی رسمی و شیک و با همدیگه داشته باشیم. فیصل هستم، مدیرعامل مربی استقلال، چون هم استقلال رو خریدمش هم دوست داشتم مربیش بشم. به کسی ربطی نداره، کسی صحبتی داره میتونه زنگ آخر واسه دم دکه. سری در میارم، سری میرم تو قالب مربی رسمی، مربی غیر رسمی. بالا و یاد خداوند استقلال گلگهر در آسیا رایزنی هایی که انجام دادن، دشمنی هایی که علیه ایران داشتند، میبینیم سرانجامش شد. بازی دوتا تیم ایرانی، ساکا رو دروازه میفرسته، نصیری ضربه اولین شوت مسابقه رو، نصیری پاس پایین، ساکا خوب میسازه اصولا، ساکا رو دروازه میفرسته ضربه سر عالی، نصیری فرصت. آندریجا برمیگرده، 37 دقیقه استقلال هیچ کاری نکرده. امیدوارم از این بازی 0-0مون نباشه. خدا رو شکر حمله میکردیم. آندریجا فرصت، این ضربه طلایی از خیمنز جوان 16 ساله. ما به 16 سالهمون ایمان داریم. کشورهای دیگه میبینیم مثلا 18 میذارن، 20 میذارن، فلان میذارن، ما 16 میذاریم. یهو بارسا بازیمون گل میکنه میگیم یک یامال فوتبال ایران را بندازیم. یوسف نصیری پاس پایین، کاکوتا یوسف نصیری توی دروازه. یوسف این خوشحالی که با استقلالی همیشه انجام میده، بزنیدش یوسف رو، داره همه جا میدرخشه. پاس نصیری، آندریجو یوسف. بای استقلال خوبی رو داریم میبینیم. کاکوتا باری کلا پسر، کاکوتا این ضربه از نصیری، خیلی چف شده با کاکوتای سابق چلسی. 81 دقیقه بچه ها، دیگه 81 ما کسترا رو میاریم اینجا. بچه همه بریدن،
این درسته شه. ایبورا رو هم میارم جای روزبه. الان میلاد زکیپور بره بیرون، رامین هم برگرده تو بریم. رامین البته نتونست بیاد بچه ها، فکر کنم رامین نمیاد. پاکوتا سانت خوب رو دروازه، وای فکر کنم دیگه باید سوت پایان رو بشنویم و میشنویم. تعویضامون رفت واسه وقت اضافه. حالا کسرا طاهری و همه ی جوانای دیگه مون اومدن. مشاریپوف رو دروازه میفرسن، برمیگرده و دروازه بند. کیا؟ میرشاهی. مشاریپوف، مشاریپوف رو دروازه کسرای جوان. نیمه اول وقت اضافه. رامین رو نمیتونیم بیاریم تو، نمیشه تعویض نداریم. با خدایا یه انرژی از یه جا بده بیاد تو سری. کسرا، کسرا، کسرا جوان، کسرا جوان، کسرا جوان، رئیس بشتنات. اینو نگاه کنید داره به چه وضعی میپره این منون بر. تمومه، خداحافظ. داره فکر میکنه ما حذف شدیم، داداش حذف شدی. خب قرعه کشی رو داریم واسه آسیا، اون هیستاد اونو ول کنید. میریم ادامه هفته بعدی لیگ، لیگی که صدر جدولی. یک چهارم نهایی، جام حذفی، مس رفسنجان. اوه 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 اوه، استقلال واسه چنگاره میخواد برا. خیلی بازی مهمیه به نظر من، احتمال به فنا رفتنمون هست. لیگ و اینا رو میشه ذره جابجا کرد و مثلا این داستانا، ولی به نظر من نمیشه کاری با جام حذفی کرد، ریسکه. بریم بازی کنیم این بازی رم. گیم پلی داریم دوباره بچه‌ها، آماده بشینید تو خونهاتون که ریسن داره میاد با جوانان. خیمنز درسته به فیسش نمیخوره ولی 16 سالشه. از اون بدتر اینه، این بازیکن من از بیلباو اینا بود، الان 16 سالشه. اینا میرن دور میزنن برمیگردن دوباره. سرای جوان که برامون گل زد. بریم ترکیبو دوست دارم. فقط ایندونگ چیز کاکوتا چرا اومده بود پایین اوورالش. بریم، مسیر سختی رو داریم بچه ها. به زودی زود الان نقل انتقالات هم داریم، دو هفته بعد این بازی، دو هفته دیگه انجام میدیم بازی، بعد میریم واسه نقل انتقالات. خیلی دشوار میشه واقعا، کارمون سخت. مثل رفسنجان دومین تیمی است که از شهر کرمان قراره در مقابل استقلال قرار بگیره و جالب شده که دوتا مسابقه هم به حذف شدن ختم میشود. پوست و نگاه نصیری برای فرصت پوچی پو نگاه کن. حامد لک، اوه 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 انریجه، یه حمله کردیم، 300 داشت پاسکاری میکرد میس. فوتبال تو بازی کن. 17 دقیقه یکیچ. چی شد؟ خطا رو ما درسته. ببینید انریجار داریم، ولی چرا دوست دارم این نصیری اینو بزنه؟ دوست دارم اینو ترای کنم، این نصیری بزنه گلم بشه. النصيري کنترل النصيري و حامد لك فرصت روبج در پایان نیمه اول. مس بازی رو مساوی میکن. ببینم چی خسته داریم، خسته نداریم بچه. اینقدر 16 ساله خوب بازی میکنه واقعا دلم نمیاد ماشاریپوفو بذارم، بیاد بپذیریم. خیلی خوب بازی میکنه، همش داره رابانو مابونا میزنه، این چیزایی که من دوست دارم تو اون سن. کرمانی دیگر هستیم، یا خدا یا خدا. بیاد بیرون. یا ابوالفاس استراکوشا داره خطر رو هی چیز میکنه، حس میکنه. چه توپ خوبی رو گرفتم، ولی از اون بهتر این بازی کنه. حالا کاکوتا رو به جلو فرار میکنه، کاکوتا رو دروازه. این شبیه شوت بودیم بیشتر. کاکوتا فرصت، یه نصیری و توی 85 دقیقه این نصیری. خیلی مهاجم خوبی خرید، خیلی مهاجممون لول بالاست. تمومه، یه تیم دیگر کرمانی هم کارش تمومه، تموم میشه و استقلال به مرحله بعدی در جام حذفی را پیدا. خب همون بهتر باشون بازی کردیم، وگرنه واقعا داستان میشد. الان سپاهان و فولاد و ملوان رو داریم دیگه، تیمای دیگه که توی جام حذفی هستن. ملوان هم که تیمای خوبی کم شد تو جام حذفی ظاهر میشه. هوادار رو استقلال رو داریم هفته 15 ام لیگ. من اونقدی که جام حذفی و آسیا برام مهمه، لیگ مهم نیست، نمیدونم دلیلش چیه. اشتباهم حقیقتا این طرز فکرام. کمستری 83 همه چی خوب. بریم یه بازی خوب ببینیم ها. پرسپولیس هم مساوی کرده، باری کلا فاصله میگیریم.
هفته بعدی 16 استقلال خوزستان بازم میهمانیم، همه چی بازم عالیه تو تیم. برید بچه ها پیروز، سف سف خوبه. پرسپولیس هم یکی زده و به دو امتیازی ما رسید. رفتیم سمت نقل و انتقالات. تیم من کامله، تیم من کامله، ولی بله آندیجه گفته من جاه طلب شدم، گفته من همیشه میخواستم برای این تیم بازی کنم و واقعا خوشحالم که بالاخره تونستم یکی از بزرگترین آرزوام برآورده کنم. همینه دوستان، رئیس یه کاری میکنه طرز فکر یه بازیکن عوض بشه. دوباره گفته تیم همه چیز منه، من واقعا خوشحالم که عضو این تیم هستم و میخوام در هر تعداد بازی که میتونم شرکت کنم، تمام تلاشمو بکنم تا به خودمون برای پیروزی کمک کنم. دمت گرم پسر. اولین روز نقل و انتقالات رو داریم، یه چک بکنم ترکیبو، بازیکن نیاز ندارم. یه دونه لفت میخوایم بچه‌ها. خب ایمان سلیمی به تیمش برگشت، مگه کجا رفته بود؟ پیشنهاد چیزی اومده برای تیممون؟ روزبه چشمی، اندون کاکوتا، آرمین سهرابیان رو داریم. ایمان سلیمی رو قرضی داده بودیم فکر کنم. خب آرمین سهرابیان رو 4 میلیون ارزشش رو مرتی که، خب یه ذره بیشترش کن، 3,600 میدی بردار ببر. تیم جوانانمون هم کسی رو نداریم، یه مهاجم خوب پرورش نمیدن تو تیم جوانانمون. خب یه دونه لفت میخوام بچه ها. به تیم پرسپولیس سامبو کاستیاکو یه بار لینک شده بود، میخوام ببینم بخوام بیارمش. چرا نمینویسه اینه هاش؟ 74 هم از اوورالش داره، در ساسولو بازی میکنه الان. بچه ها این جابجا شده، وگرنه ساسولو واقعا بازی نمیکنه. 74 هم از اوورالش منطقیه، میخوام بهش پیشنهاد بدم. بازیکن کهنه کاری شده دیگه برای خودش الان، بازیکنی که در تیم میلان من خیلی بازیشو دوست داشتم. یه سوسو هم داشتیم، اونم بهش پیشنهاد میدم. نمیدونم اینجوری نوشته میشد یا نه، نه اینجوری پس نبود. آها سوسو الان النصره، اینم خوبه بخرمش. سوسو اینو دوست دارم بچه ها، اینم بهش پیشنهاد میدم سوسو رو. خیلی این دوتا با ببین بچه ها، من این تایم میلانو خیلی دنبال میکردم، واقعا بازیاشون رو دوست دارم. ببینم کدومشون میپذیره، دو تا سمتم بازی میکنن. تیممو یه چک میکنم ببینم کجاها ضعف داریم. در حال حاضر واقعا من ضعفی نمیبینم، واقعا ضعفی نمیبینم. اوکی تیم من، بریم جلو ببینیم دو تا بازیکن که پیشنهاد دادیم پولشو فکر کنم داشتم که جفتشون رو بخرم. اگه اوکی باشه جفتشون رو میارم. دو تا بازیکن پو به توپ، آرمین سورابیان که شکست خورده پروژش، جفتشون پذیرفتن. سوسور میارم، ساموکاستیخو کنسل، سوسور میارم. برو پسر جلو، یه پروژه تو سرم دارم، فکر کن ساموکاستیخو و آندریجا چپ و راست آردو بندازن. اوه 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 اوه، خوش اومد، خوش اومدی. پتروشیمی خلیج فارس با سوسو قرارداد میبنده، بازیکن سابق میلان، دوست داشتنی. انتقال مهم در لیگ ایران، این هم از سوسو دوست داشتنی. بریم ببینیم که این سوسو او دوست دارم. سوسو هم پاچپ بود، آره دیگه دوتا پاچپ، بگیم سه تا پاچپ. الان ببین همیشه مثل اینکه نوکای استقلال باید همه پاچپ باشن. ببین یه بازی میریم جلو، اگه سوسو خراب کرد، چون تازه به تیم اضافه شده یه ذره باگ داره بچه ها، بازیکنه که به جدید به تیم اضافه میشه یه ذره ترکیب رو به هم میزنن، نتونه جواب نداد کاکوتا رو برمیگردونم. روز مذاکره دیگه برام مهم نیست، واقعا تیم ما کامله. هفته 17 خیبر خرم‌آباد زده رویداد اول، رویدادهای اولیه چی؟ سوسو میتونه برای اولین بار در بازی امروز حاضر بشه، قطعا بسیار تعهدار، امیدوارن که اون رو قوی خوشو توی زمین به اونو توی زمین ببینن تماشاگرها. بریم ببینیم چی کار میکنن سوسو، بریم ببینیم که استقلال چی کار میکنه. ساعت 16:02 بله، صدر جدول با 40 امتیاز در اختیار استقلال و پرسپولیس هم بازیشو برده بوده. هفته 18 زباهن رو داریم، بذار ببینم سوسو زده. سوسو تازه وارد در اولی بازیش، دستور عمل فعلی تیم واقعا مناسب من، حس میکنم میتونم در موفقیت این تیم سهیم باشم. بریم ببینیم بچه‌هامون چیکار کردن. اول لیگ ایران جدول گلزنان، 14 گل نصیری، اول مهدی عبدی از پرسپولیس نمیتونه انگوش کوچیکش هم برسه. ببینم اولین مسابقهش میتونه گل بزنه، البته نشون نمیده دیگه آمارشو. پاس گل هم کاکوتا 5 تا، میتونه امیر نوری از آلومینیوم بگیره. جام حذفی النصیری 2 تا زده. خب پاس گل النصیری چند تا داده؟ 2 تا. 14 تا، 16 تا، 4 تا دیگه تمومه بچه ها. آسیا چیکار کردن؟ اولا که تو آسیا رفتیم به چه تیمی خوردیم؟ به الوصل، الوصل و من الله. خب بریم الان کریم بنزما و رونالدو با هم رقابت دارن میکنن، اینجا واقعا کس خاصی رو نداریم متاسفانه،
و همون النصیری و آندریجا جفتشون دو گلن. پاس گل هم کسی نداریم. بروزوویچ از انس، خیلی انس خطرناکه. این ترکیبی که دیدیم، ببینم پیشنهاد چیزی بر تیم ما اومده. رامی رضایان پیشنهاد اومده، اصلا من کجاست اینجا؟ فکر کنم تیمای لهستانیه. کاکوتا، مهدی مهدیپور رو میخوام بفروشم اگه رقم خوب بدن، 5600 میفروشمش. نه اینا رو نمیفروشم، اینا قراردادم داریم خدا رو شکر. خب بریم ببینیم زبانو چیکار میکنن بچه‌ها. ترکیبو دیدم، خدای ببرن نوکرتم، برن تو ببرن بیان بیرون. 4 تا 4 یک پرسپولیس هم تراکتور باخته و صدر جدولو خوشگل داریم. ایول هفته بعدی رو داریم که قبلش روز مذاکره داریم، تیمای ملی به اون میخواد پیشنهاد بیاد. واقعا میخوام ببینم چه تیم ملی بهم پیشنهاد میده. تیم ملی ایران پیشنهاد اومده، مالی، مکزیکو، نروژ. با افتخارم تیم ایران پیشنهاد بیاد. ببینیم که متیپور کو متیپور. خب بله، مثلا که پذیرفتن همون 5600 متیپور رو میدیم بره، چون آفای دفاعی زیاد داریم بچه‌ها. داره همه چی خوب و عالی جلو میره. الان با شمس و زر بازی داریم، میریم جلو. بله بابا بس دیگه، روز مذاکره. و یارو تازه از واه این لسیری چه پیشنهادی براش اومده. برگم شو پیشنهاد تمدید قرارداد میدم واسه تا سال 2025 میخوام باهات ببندم پسر. با النصیری گم شو بیرون میرم، کسی پیشنهاد نده. کاکوتا قراردادش تموم میشه به زودی. خب بله، هفته 19 شمسازر داریم با میزبانی استقلال. النصیری هیچ، النصیری گفته امیدوارم سلطان که در حال حاضر گلزن ترین بازیکن امروز این حرف رو برای گفتن داشت. اونا به من میگن سلطان گلزنی. خب حدس میزنم پر بیرا هم نگفتن. چه بچه پروازی در وردی. آروم باش. اخبار نقل و انتقالات رو داریم ما هم نگاه میکنیم. اندریک انتقال قرضی از رئال رفته به یوونتوس. ببینم انتقال عجیبی داشتیم، همش انتقالای قرضیه. آیمان کاری، ادویه کاری رفته به چلسی. بریم ببینیم که چی کار میکنن این مسابقه رو. سوسو در ترکیب استقلال و شمسازر رو استقلال میزنه. پرسپولیس هم زده، یه بازی دیگه پرسپولیس به بازه قشنگ فاصله خوب میگیریم. تازه وارد انتظارات بالا برده. من برم ببینم که النصیری پذیرفته یا نه. بچه ها تمدید قرارداد با النصیری انجام میدم که خیالمون راحت شه، هیچ جوره نتونم بیان سمتش. قرارداد داره، قراردادم باید پول بذارید وسط. بچه ها انتخاب بازیکن مورد علاقه، النصیری اونجا قرار میدم. این موضوع باعث میشه که روحیه بهتری داشته باشه. خب بچه ها سوسا هم موقع که اومده 3 تا بازی کرده، 2 تا گل، 2 تا پاس گل. بهترین بازیکن تیممون رو آخر فصل با هم دیگه نگاه میکنیم کیه. خیلی خفن. بریم جلوتر، تموم کردیم داستان النصیری رو. میایم میرسیم جام حذفی نیمه نهایی با ملوان. وای ملوان. ملوانی میریم بازی کنیم. کمال مدیریتی یوسف نصیری در مورد ارتباط کاری با مربی خودش امیر حسین با ما صحبت کرد. خوب اون انتظار زیادی از بازیکناش داره. آنچه برای تیم خوبه برای هر یک از ما خوبه. این درسیه که روز اول ازش یاد گرفتم. برای رشد بازیم نمیتونم مربی بهتری پیدا کنم. داداش همینه. چی باید گفت جز این؟ بریم میخوایم اولین گیم پلی رو با سوسو بازیکن جدیدمون داشته باشیم و لتس گو. جام حذفی نیمه نهایی با ملوان. ورزشگاه سیروس قایقران. بریم ببینیم که چه فوتبالی رو میبینیم از سمت ملوان. قطعا یه چیزایی واسه خودش داشته و تا این مرحله اومده بالا. کاکوتا رو کاملا نیم شد نشین کرد تکل و نگاه. فرصت النصیری رو به جلو میفرسته برای سوسو میزنه توی دروازه. اصلا تو اولین گیم پلی باهاش گل زد. سوسو هم اینجوری میکنه، رفت بغل النصیری که همینجوری خوشحالی میکنه. این استقلال میره واسه قهرمانی چندگانه. آقای گل نیست اینجا. بیا بیرون استراکوش و ای 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 میلاد زکی پور پاس سوسو پا چپه و اونور باید بیرون پا بزنه. تموم. استقلال برد ملوانه با همون یه دونه ضربه. بله سپاهان اومد فینال و استقلال سپاهان فینال جام حذفی رو داریم. بریم در ادامه. استقبال گرم از سوسو، دوستش دارن بچه ها. گلمون هم زد. به تیم ملیش هم دعوت شده النصیری. و بریم در ادامه دلیل هفته 20 نساجی رو داریم. امیدوارم خوشگل ببریم. بریم که نساجی رو باختن. پرسپولیس هم مساوی کرد خدا رو شکر، هیچ اتفاقی نیفتاد. آسیا رفت الوست. یک نتیجه توپل بزنید اصلا برگشتش هم رد بکنیم. این چیه تیم این بر بابا؟ بیاد ببرید تمومش کنید بابا. بیا بیرون. استقلال میبره، بیا بیرون. النصر و الاهلی هم دو دو ان. الهلال و الاتحاد هم 1-1 الهلال زد.
اعلام بهترین بازیکن اروپا امباپه. چرا باختن اونو؟ خب بازی داریم در مقابل چادر مالوی که سوم جدوله، خیلی بازی حساسیه و میذارم بازی بگذره چون بازی بعدیمون خیلی مهمتره، چون تراکتور اسمیتره ولی ریسکیه دیگه. 2-0 استقلال، 2-0 استقلال. پرسپولیس هم با سپاهان مساوی کرد، خیالمون از لیگ راحته و تموم لیگ. آخرین روز نقل و انتقالات تو داریم و که دیگه برامون هم مهم نبود دیگه. هفته 22 تراکتور رو داریم، یه این تراکتور رو بازی میکنیم، یکی هم بازی بعدیمون رو جلو الوصل رو. فقط من میخوام چک کنم ببینم چی کار کرده النصیری. 17 گل اینجا، یه پاس گل هم اومد جون مادرت داده باش، دو تا داده، 17-19 تا، هیچی نمونده، تمومه. بریم بازی جلو تراکتور رو داشته باشیم. سوسور امروز میخوام بذارم اینور و آندریجا بره اونور، ببینیم که چه جوری بازی میکنن. البته خیمنز هم میتونم بذارم اینجا، البته میایم پایین اوورال کم سری. بریم سراغ مسابقه جلوی تراکتور. این بازی و بازی بعد میشه آخرین بازی این پارت، و پارت بعدی میشه پارت آخر و قهرمانی های استقلال. بریم تراکتور رو داشته باشیم در مقابل استقلال. بازی حساسیه، تراکتوری که خوب خوش رو کشید بالا و الان اومده که حداقل سهمیه رو داشته باشه. اوه این ضربه چه سر توپی داشت میزد. فرصت النصیری، چی بود؟ حاجی پاس آندری جارو دیدید؟ اینو باید دید، اینو باید دید. پاس و نگاه، کنترل و ضربه ای که بیرانوان. بودو عزیزم، بودو تا بگیریش. تمام، نیمه اول. النصیری رو به جلو میفرسته آندری جا، آندری جا، آندری جا روی دروازه. واک هاکوتا، اندونگ، پاس، سوسو خطا رو بده دیگه. آهان خطا رو داد. کاشته زن داریم الان، سوسو هم فکر کنم کاشته زن باشه. بله هست، حتی بهتر از آندری جا. تو تایم کمی که اومده استقلال شاهکاراشو کامل بکنه. سوسو وای کاتش خیلی بود. تموم. ای پرسپولیس نتیجه نگرفته باشه لیگو تموم کنیمش. 4 تا زد به هوا دار. الان 6 امتیاز اختلافه، تفاضل مثبت 30، 7 گل خورده کمترین گل خورده بچه‌ها، 37 گل زده با پرسپولیس. بهترین خط حمله رو هم داریم با پرسپولیس، هر کدوم 2 تا باخت و ما 3 تا بردامون بیشتر بوده، پرسپولیس 3 تا مساویاش بیشتر بوده. خب برگشت جلوی الوز که 3-1 باختیم ازش. بریم یه بازی جانانه رو داشته باشیم. خب ترکیب میذارم همون حالت باشه، 85 شده، اینجا میشه 88. خب مشاری بفهم حتی میره بالا. خیمنز مثبت خورده، 71 شده. بریم، خیلی اینا با هم مد شده. باید 2 تا اختلاف بگیریم. آزادی ترسناک تر از همیشه برای الوصل امارات. درست دیمال امارات دیگه. فرصت، این دونگ. ای کاش سانت میکردم. پاس، این ضرب آفسایدم نبود. زکی پور، کنترل، خیمنز، این سم رو به دروازه سانتون. خدای زایست جلو الوز هستیم، جون مادرتون درست بازی کنید. میخوام با 2 تا هافک دفاعی بازی کنم، 2 تا هافک هجومی بخش. روز به بره بیرون پاکوتا رو میارم و بریم بریم. نشد دیگه، گوستاو بلانکو اینا رو نیمه دوم میارم. یا ابوالفز، یا ابوالفز. النصیری بره بیرون، بلانکو رو میبرم، کارش نمیشه کرد. وای پاسو بده بزنید. وای بیا ماشا بیا. یا برو اون ور دیگه. باختیم بابا، باخت استقلال آسیارو. نمیتونم کجای کار میلنگید، اون همیشگی نبودن، تیم همیشگی نبودن. النصر هم حذف شد، برمیگردی به همون لیگ و جام حذفی. ما اون 2 جاممون رو میگیریم، سوپرکاپمون هم داریم، سیگانه رو راحت میتونیم داشته باشیم. این همه زحمت کشیدیم. خب بچه ها تسکامون فقط 2 تا جاممون مونده و دیگه همش تموم شده، پس بقیهش میره واسه پارت بعد. لایک و سابسکرایب بکوبید، زنگوله رو بزنید. مرسی که تماشا کردید، تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.